سرخط خبرها و مهمترین ها عفو بین الملل از تصمیم امریکا در مورد سرنوشت مهاجران افغانستان استقبال کرد. زنان افغانستان و اوکراین، جهان همزمان باید به بحران هر دو کشور توجه کنند. گودریش، روسیه همین حالا باید جنگ اوکراین را متوقف کند. امشب پر افتخارترین لحظه در تاریخ افغانستان به ثبت رسید. مشروع خبرها گزارشی از روزنامه اشت صبح. سازمان عفو بین الملل از تصمیم امریکا مبنی بر دادن وضعیت محافظت شده موقت برای مهاجران افغان استقبال کرده و تاکید کرده است که حفاظت ها باید به سایر کشورهایی که با درگیری های مسلحانه مواجه هستند گسترش یابد. این نهاد روز چهارشنبه در اعلامیه تصمیم دولت امریکا برای محافظت بیش از 75,000 مهاجر افغان در ایالات متحده را یک کمک بزرگ خوانده، اما افزوده است که هنوز امریکا وعده‌هایش را به افغان‌ها به پایان نرسانده است. با گفته سازمان عفو بین الملل، دادن وضعیت حفاظت شده موقت یک باند کمک است، اما درمان نیست. این نهاد خاطر نشان کرده است که کنگره امریکا باید فوراً برای تصویب قانون تلاش کند تا اطمینان حاصل شود که افغانها نقشه ایرای شهروندی دارند. این سازمان همچنان افزوده است که دولت بایدن باید با گسترش مسیرهای بشردوستانه و ایجاد برنامه آزادی مشروط برای افغانها به روند تخلیه ادامه دهد. افزون بر این، سازمان عفو بین الملل از دولت جو بایدن خواستار حمایت مشابه برای جمعیت کشورهای از جمله کامرون، باهاما، گواتمالا، گینه، اتوپی، هنگ کنگ، مورتیانی و سیرلئون نیز شده است. با گفته این سازمان، درگیری های مسلحانه در این کشورها بدتر شده و تلفات هزاران نفر افزایش یافته است. گفتنی است که این سازمان در حال خواستار حمایت از مهاجران افغان شده است که روند تخلیه از چند به این سو به دلایل نامعلوم متوقف شده است. هم اکنون صدها شهروند تحت تهدید که با دولت امریکا همکار بودند منتظر شروع روند تخلیه اند. زنان افغانستان و اوکراین، جهان همزمان باید به بحران هر دو کشور توجه کنند. شمار از زنان افغانستان و اوکراین در نشست خواهان توجه جهان به وضعیت زنان، صلح و امنیت در هر دو کشور شدند. مؤسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت در امریکا روز چهارشنبه 26 اوت میزبان نشست میان زنان جهان بود. در این نشست زنان اوکراین و افغانستان تاکید کردند که یک بحران دیگر را حل نمیتواند. بنابراین جهان باید بحران در هر دو کشور را مورد توجه قرار دهد. مؤسسه جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت نیز گفته است که رعایت حقوق زنان زیربنای سازنده توسعه پایدار، ثبات اجتماعی و در نهایت صلح در افغانستان است. در این نشست همچنان یکی از مقامهای ناروی بر حمایت از حقوق زنان در افغانستان و تعهد این کشور در قبال زنان و دختران افغانستان تاکید کرده است. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان افغانستان که در این نشست اشتراک کرده بود، در توییت نوشته است که در این نشست یادآوری کرده که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغانستان در هیچ جای جهان اسلام دیده نمی شود. گفتنی است که در این نشست به منظور حمایت از زنان در کشورها در حال منازعه به ویژه افغانستان و اوکراین برگزار شده بود. لطف‌الله نجفی زاده برنده جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال اعلام شد. گزارشی از خبرگزاری طلوع. بر بنیاد اعلامیه این وبسایت، در کنار لطف‌الله نجفی زاده 4 تن دیگر از آمریکای لاتین، بریتانیا، کولومبیا و ژاپن نیز برنده این جایزه شدند. وبسایت مجموعه جهانی رهبران جوان 5 تن را همچون برندگان جایزه بهترین روزنامه‌نگار سال 2022 اعلام کرد که در این میان لطف‌الله نجفی زاده رئیس پیشین طلوع نیوز نیز شامل است. این مجموعه گفته است که آقای نجفی زاده در کنار مدیریت بزرگترین پایگاه خبری افغانستان، گفتگوهای زیادی با شمار از رهبران و سیاستگران جهان و افغانستان از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین ایران انجام شده است. بر بنیاد اعلامیه این وبسایت، در کنار لطف‌الله نجفی زاده 4 تن دیگر از آمریکای لاتین، بریتانیا، کولومبیا و ژاپن نیز
برنده این جایزه شدن. گوتریش: روسیه همین حالا باید جنگ اوکراین را متوقف کند. با گذشت بیش از 20 روز از جنگ روسیه و اوکراین، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار توقف فوری جنگ از سوی روسیه شده است. آنتونیو گودریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 16 مارس در توییت با ذکر آمار بیجا شدگان اوکراینی گفته است که مردم این کشور به شدت به صلح نیاز دارند. با گفته او بیش از 3 میلیون اوکراینی از کشورشان فرار کردند. او گفته است روسیه باید این جنگ را فوراً متوقف کند. گودریش خاطر نشان کرده است که مردم در سراسر جهان خواهان توقف این جنگند. این در حالی است که وزارت خارجه اوکراین بامداد امروز اعلام کرد که نیروهای روسی یک ساختمان تئاتر را در شهر کیف مورد حمله موشکی قرار دادند، جایی که در آن کودکان از ترس جنگ پناه گرفته بودند. این اظهارات در حال مطرح شده است که نیروهای روسیه به پیشروی به سوی کیف ادامه می دهند و از سوی دیگر مذاکرات برای پایان جنگ نیز ادامه دارد. تضرع مادران برای نجات فرزندان: 4 کودک و نوجوان به اتهام ترور واکسیناتوران اعدام می شوند. گزارشی از روزنامه 8 صبح. 20 روز پیش 8 واکسیناتور به شمول 4 زن در ولایت‌های تخار و کندز از سوی افراد ناشناس کشته شدند. کارزار تطبیق واکسین پولیو فلج کودکان 5 اهود آغاز شده بود که پس از کشته شدن واکسیناتورها متوقف شد. ترور این کارمندان خدمات سیهی واکنش‌های جانی را در پی داشت و همه خواستار بازداشت و مجازات عاملان این کشتار شدند. حالا پس از 20 روز مسئولان محلی از بازداشت 4 تن از عاملان این کشتارها خبر می‌دهند و می‌گویند که به زودی حکم اعدام این افراد اجرایی خواهد شد. این 4 تن در سنین 16 تا 18 سال هستند و تعداد از آنان کودک به شمار می‌روند. خانواده‌های این کودکان و نوجوانان به روزنامه 8 صبح می‌گویند که فرزندانشان دست به چنین اقدامی نزدند. اعضای خانواده‌های آنان مدعی‌اند که از متهمان با شکنجه و زور اعتراف اجباری گرفته شده است. بستگان این متهمان ادعا میکنند که فرزندانشان بیگناه هستند و آنان حاضرند در یک دادگاه عادلانه و آزادانه نزد قانون پاسخگو شوند. آنان اعدام نزدیکان خیش را خلاف ارزش‌های حقوق بشری و حصول حقوقی می‌دانند و تأکید می‌کنند که بر اساس دستورات و آموزه‌های اسلامی اعتراف مجرم و شهادت دو مرد عادل از بایدهای صدور حکم قصاص بر قاتل است. با گفته آنان در گرفتاری و صدور حکم اعدام هیچ یکی از رکن‌های قصاص اسلامی و مؤلفه‌های قانونی و ارزش‌های حقوق بشری در نظر گرفته نشده است. مادر یکی از متهمان در یک نوار تصویری می‌گوید: بچه‌ام را از پیشم بردن، همی طالبان مسلح، در روز میشه برده، نه کدام آب میدهن نه نان، زیر شکنجه و لت و کوب جو جوشان کردن. این مادر اصرار میکند که فرزندش بیگناه بوده و به هیچ کس آسیب نرسانده است. او خواهان عدالت است و تاکید میکند بداد ما نه حقوق بشر میرسد، هیچ کس نمیرسد. بچه ما را به تهمت ناحق گرفتار کردند، در زیر شکنجه است اولاد ما. بچه ما را ایلا کنید، بداد ما برسید، بچه ما زیر سن است. مادر یکی دیگر از این نوجوان به روزنامه اش صبح میگوید که فرزندش تحت شکنجه و ظلم دست به اعتراف اجباری زده است. به گفته او این نوجوان هیچ نوع رابطه با عاملان این قضیه ندارد. او با چشمان اشک‌آلود و گلوی پر از بغض خواهان تامین عدالت است و با تضریع میگوید فرزندم را رها کنید. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب روزتان خوش. شما را به خداوند یگانه می سپارم.